محاکمه راسموس پالودان سیاستمدار راستگرای افراطی سوئدی دانمارکی به دلیل سوزاندن قرآن و ترویج خشونت آغاز شد این نخستین محاکمه در این زمینه در سوئد است و می تواند تاثیرات عمیقی بر مباحث آزادی بیان و حقوق اقلیت ها داشته باشد سوزاندن قرآن تنش را با کشورهای مسلمان ایجاد کرده و بر روند عضویت سوئد در ناتو تاثیر گذاشته است توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب میکنم محاکمه راسموس پالادان سیاست مدر راستگرای افراتی سوئدی دانمارکی به اتهام ترویج خشونت علیه یک گروه قومی آغاز شد او به دلیل سوزاندن قرآن در سال 2022 و برگزاری تجمعات جنجالی به محاکمه کشیده شده است این اولین بار است که فردی به خاطر سوزاندن قرآن در سوئد محاکمه می شود. پالدان که رهبر حزبی به نام خط سخت را بر عهده دارد به ارتکاب دو جرم مرتبط با ترویج خشونت و یک جرم به دلیل بیان سخنان توهینآمیز متهم شده است او در دادگاه از نقطه نامعلوم و به صورت ویدیویی حاضر شد و ادعا کرد که جانش در صورت حضور در دادگاه در خطر است سوزاندن قرآن در سوئد در سالهای اخیر اعتراضات و درگیری های زیادی را به دنبال داشته و باعث تشدید تنش ها در روابط سوئد با کشورهای مسلمان شده است. به خصوص سوزاندن قرآن مقابل سفارت ترکیه در استکهلم در ژانویه 2023 بر روند عضویت سوئد در ناتو تأثیر منفی گذاشته است. این محاکمه به عنوان اولین اقدام قضایی در رابطه با سوزاندن قرآن اهمیت بالایی دارد و میتواند تواند سراغازی برای بررسی های حقوقی عمیقتر درباره آزادی بیان و حقوق اقلیت ها در سوئد باشد. در حالی که پالادان تمام اتهامات را رد کرده، جامعه جهانی نظارگر این رویداد مهم است.